این مسائلی که پیش اومده تو سطح جامعه ما که همه رو ناراحت کرده و باعث یه سری تنش ها و هیجانات و ناراحتی هایی شده خب طبیعیه که روی شما هم اثر بذاره روی من هم اثر گذاشته و خیلی هم پرسیدن که زیبا چرا تو این رابطه پستی نمیذاری چرا بی تفاوت هستی چرا نمیخوای تو این رابطه یا دخالتی بکنی به خصوص نمیدونم فالویرات فلانه بهمان اینها چرا تو این رابطه صحبتی نمی کنی عملی نشون نمیدی که من به اونها جوابم این بوده که این اکس عمل رو فعلا نشون نمیدم و حالا دلایل رو هم برای شما میگم خب شما الان فکر کنید که من الان خیلی ناراحت هستم و اومدم اینجا توی گروه آی بیرحمان آی فلان آی نمیدونم تحلیل 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 حرف 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 این کار کرده نمیدونم بد و بیراه یا شعار یا حالا هر چیزی باز این سوال رو هم میشه من به از بچه ها میپرسم و الانم مطرح میکنم خب نتیجه عملی حرفای من در این مقطع در این مسائل چه خواهد بود آیا تاثیری خواهم گذاشت آیا کاری خواهم کرد چه کاری چه کاری میخوام انجام یعنی میخوام ببینم که فقط حرف میزنم که بگم هستم حرف میزنم که بگم ناراحتم من موقعی صحبت میکنم توی زمینه ای که بدونم میتونم تاثیر داشته باشم مثلا فرض کنید الان یک هواپیمایی رو مثلا خراب شده خب معلومه من تو اون رابطه صحبت نمی کنم دیگه الان بیام بگم که خرابی این فلان از اونجا بوده از اون بوده خب معلومه که خب من تو این رابطه نه کاری میتونم بکنم نه هنرش رو دارم نه قدرتش رو دارم من یه زمانی سیاسی بودم و مسائل سیاسی دخالت می و فکر می کردم که خب ما با همین مسائلی که حرفایی که میزنیم میتونیم خیلی خیلی کار را انجام بدیم خب بعدا بعد به این نتیجه رسیدم که نه باید حرکت رو از خودمون شروع کنیم الان تو نگاه کن خودت و بچه هایی که تو این رابطه ناراحت هستن وحید این پیام را فرستاده که من از صبح به شدت داغونم و پریشونم از موقعی که خبر این هواپیما رو شنیدم. خب معلومه بنا... نوشته که مثلا به نظر چیکار کنم گفتم دویست هزار تومن بده برای ساعت مشاوره بعد من بهت بگم چیکار کنم بعدم نوشتم که حالت خوب میشه خب این فرد حتی حاضر نیست دویست هزار تومن برای ساعت مشاورش بده که حالش خوب بشه خب پس معلومه تمام اینها یه سری اموشنه یه سری احساساته تو زندگی واقعی خودش یعنی این افراد بیشتر مثل روزه تو روزه شما میرید یه دفعه حالتون به هم میخوره نمیدونم خودتون رو میکشید میزنید تو سرتون فلان اینا بعدش چی بعد از اینکه یه مدت میگذره شما اصلا تاثیری نداره شما هر چقدر متعادل تر بشید تو زندگیتون اموشناتون هم میاد پایین کسانی که عملشون زیاد باشه اموشنشون هم واقعیه اما کسی که توی زندگی واقعی خودش اه، حرکتش اون اه، اه، کارهای،, کارهای واقعی زندگی خودش در مقایسه با اون حرفاش خیلی وزنش فرق میکنه خب معلومه که باید با احساسات مختلف ابراز وجود میکنه نمیدونم یه دفعه یه فیلم هندی میبینه تا صبح گریه میکنه یه دونه روزنامه خبر میشنوه آی تا فلان در حالی که خودش تو زندگیش هیچه شما به چنین افرادی که هیجاناتشون بالاست بگید خب حالا بیا دوتا کار کن دوتا کار بکن برای همون کسانی که اتفاق افتاده برای همون که اف... من چی کار کنم من چه وظیفه ای دارم حالش خوب میشه من بارها در کسان افرادی که اصلا طرف داشت خودکشی میکرد اصلا داشت میمرد دو سه تا <تص> برخوردی کردم پلن شده خواسته منو بکشه گفتم خب پس تو حالت خیلی خوب شده دیگه قبلش داشتی میمردی من با دو تا کاری که بهت گفتم حرفی که زدم حالا میخوای منو بکشی اول دورو میکشم بعد میرم ببین اه... کاری رو بکنیم احساسی رو نشون بدیم که متناسب باهاش بتونیم اه... واقعیتمون اون باشه همین مردم رو نگاه میکنید که یه هفته پیش داشتن میرفتم برای اه 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 نمیدونم ازادار شده بودم برای مرد اسمشه همین سلیمانی خودشون رو میکشتن آی ای ای اموشنه دیگه اصلا بدونی اون پشت چیه چه مسئله ای هست خب وقتی اینو نظر بعد یه دفعه یه اتفاق دیگه ای میفته باز دوباره این وری میشی پس من برگردم به اون مسائل واقعی زندگی خودم خودم رو از تمام این اتفاقاتی که میتونه منو از نظر اموشن نه واقعیت زندگی تغییر بده یه ذره دور کنم بگم بشین و سعی کن متعادل بشی همین فردی که داره وای من از دیشب تا صبح نخوابیدم فلان کنم نمیدونم چی 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 بگی که الان بلند شو خیلی خوب یکی از این خانواده ها رو پیدا کن بلند شو برو بگو که من میخوام بیام پیشت و یا مثلا خونم رو در اختیارت قرار بدم یکی از این خانواده هایی که افتاده ای من چه کار کنم من چه جوری من نمیدونم فلان بعد بگو خیلی خوب ببین یه مشکل مادی داره یه مشکل خانوادگی داره یه مسئله داره مثل همین زلزله زده ها دیگه زلزله میشد آهای اوی بیای ای این کار بکن فلان کنیم بعد یه دفعه مثلا میدیدی که در واقع خیلیاش کف بود اون کسی که تو زندگی واقعیش کاری میکنه حتی برای تمام این مردم اینقدر های هوی نداره اینقدر حالش بد نمیشه من اینا رو به عنوان نمونه مثال زدم که شما خودتون ببینید که ما وقتی که این احساسات رو نشون میدیم الان مثلا فلان جای تجاوزی شده قتل عام کردم فلان کردم خب اینا چه نتایجی به ما میذاره تو زندگی ما وقتی خودمون در همون خونه خودمون در همون خونه که الان تو هستی آزیتا من یادمه که میگفتی که من با همسرم نمیتونم این مسائل رو مطرح کنم با نمیدونم دلایل مختلف خودتو داری که در واقع مثل همین نظام مثل همین جمهوری اسلامی میپوشونی خیلی مسائل رو مسلحت نظام تو اجازه نمیده خیلی از مسائل رو بگی خب پس تو هنوز تو سیاست خونه خودت که یه خونه یه دولت خیلی کوچولوه موندی میخوای بیا کارهای بزرگتر بکنی خب پس بشین دیگه یا مثلا سهر الان رفته توی استوریش اینو کرده شما برای این خانواده ها و برای اینا چی کار میکنید خب یه نفری سوال میکنه میگه که خب تو خودت چی کار کردی خب من وقتی که توی این رابطه خودم کاری نمیتونم و نمیخوام بکنم حتی نمیخوام الان بکنم من الان تو این رابطه ها نمیخوام وارد بشم حتی در رابطه با مسئله زلزل زده ها و فلان اینا الان نمیخوام وارد بشم این همه آدمای فداکاری هستن که آمادن یه همچین کارهایی بکنن من توی زمینه های دیگه دارم کار میکنم و اونا رو برای خودم بنیادی تر میدونم خب پس بنابراین میشینم سکوت میکنم و وقتی دایره کارامو گسترش دادم تونستم از یک خونه برم دو خونه از دو خونه سه خونه بعد تونستم توی یه روابط بیشتری تاثیر بذارم اون موقع حرفشو میزنم بذار یه چیزی بگم ببین این حوادث آبان که اتفاق افتاد یکی از بچه فکر کنم ناهید بود اومد به من نوشت که زیبا من سال 88 خیلی توی این مسائل شرکت میکردم و مبارزات و فلان و تظاهرات و اینا این بار این کار نکردم و خیلی از بچه هم که توی گروه ما بودن توی این مسائل شرکت نکردم حالا اسمشو بذارم محافظ کاری اسمشو هرچی میخوام بذارم ولی من اینو یه حرکت مثبتی دیدم که خودشون رو به جو یعنی جهب بینا رو نگرف بلکه وارد شدن نگاه کردن ببینن که خب نقش من نوعی حالا مثلا فرض کنین جا توی این تظاهرات و فلان و اینا شرکت میکرده کی میخواست بیاد همین رضا پهلوی که من یکی از کسانیه که به شدت ازش متنفرم خب من همیشه میگم تمام این اپوزیسیون ها تمام این افرادی که حرف میزنن تمام این آدمایی که بهترین شعارا رو میدن بابا خود همین افرادی که توش رژیم هستن اون زمان تو اپوزیسیون بودن نمیدونید چه کارایی میکردن چه حرفایی میزدن الان برید تناقضاشون رو ببینید خب من وقتی این بازی سیاست ها رو میبینم این مسائل رو میبینم حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که واردش نشم و روی بنیان جامعه روی مسائل عمیق جامعه کار بکنم که در واقع خودم یکی از اون عوامل نباشم چه اپوزیسیون هر راف چه سیاستمداران خب اگر به این موضع برسی دیگه اون کسی که حالا این اتفاق افتاده حالا مثلا فرض کن زدن یه هواپیمایی رو حالا هم که منم واقعا میدونم غیر عمدیه ولی خب خیلی این مسئله باعث شد که در واقع خود دروغ رژیم و این چیزا مشخص بشه من از این جنبه خوشحالم خب به هر حال وگرنه این اتفاق الان مثلا 176 نفر مردم مگه توی تظاهرات چقدر نفر آدم مردم خیلی مردم هزار و خورده ای تو مسائل دیگه مگه کمتر اون توی همین مردن دیگه تو زلزله ها مگه کمتر میمیرن حالا من میام اینجا بگم وای اوی آی بگید من چی بگم شما بگید من چی بگم بگم تسلیت عرض میکنم ای بابا اینا تو اسم من اتفاقا الان خیلی خوشحالم که بی تفاوت شدم و این خیلی عالیه برام